من یک شهروند افغانستان و یک سوال داشتم از شما. بفرمایید برادر. ما آد شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنیم، آیا این عبر شریعت درست است یا نیست؟ بله، چه اشکالی دارد؟ اینجا وای که خودتان میدانید که اینجا شهر اخلاص برای وای بدونش. درست است. ببینید برادر عزیز گرامی، بله، الان مثلا انسان به خاطر تجارت، به خاطر تحصیل، به خاطر تداوی، به خاطر دعوت میتواند به بلاد کفار مهاجرت بکند و امروز وضعیت مثلا جوانها در تاجیکستان خیلی بدتر از روسیه است. مثلا شما الان خانمتان در روسیه باشد، میتواند نقاب بپوشد، حجاب بپوشد، هر جای برود کسی بهش کار ندارد، اما در تاجیکستان اگر که نقاب بپوشد، حجاب بپوشد، در هر چهارراه و بازار ببینید که پلیس اذیت میکند، مردم مسخره میکنند و حکومت هر روز قوانین جدیدی میگذارد. شما مثلا در روسیه میتوانید فرزندانتان را بفرستید در مدرسه اسلامی قرآن یاد بگیرند، اما در تاجیکستان این امکان ندارد. به همین دلیل ببینید بعضی از احکام، حالا بعضی ها، من یک سخن جدیدی بگم برای شما و بینندگان عزیز، ما در خوشبختانه بگیم امروز در خیلی از کشورها ما حتی حکم بلاد کفار را به شکل قطعی نمیتوانیم بر اونها صادر بکنیم. چون الان مثلا دیروز من که مقاله رو میخواندم در اسکاتلند، در اسکاتلند بعد از مسیحیت مسلمان ها رتبه دوم را دارن و بیشتر این مسلمان هایی که در اسکاتلند زندگی میکنن، اسکاتلند یکی از کشورهایی است که به اصطلاح جزء بریتانیا محسوب میشود، بله، در اسکاتلند امروز تعداد زیادی از خود مردم اسکاتلندی، یعنی مردم اصل اون منطقه، مسلمان شدن. متوجه هستید؟ حالا مردم اصل اون منطقه مسجد دارن، مرکز تعلیمی دارن، مراکز اسلامی دارن، کتابخانه دارن، کلاس های قرآن دارن. یک احمق بیاد بگه که الا بلا مردم اینجا باید مهاجرت بکنن برن به یک کشور اسلامی، باور بکنید بعضی از مسلمان هایی رو که من از اروپا و آمریکا دیدم، تقوایشان، ایمانشان، پریزگاریشان از خیلی از مسلمان هایی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن و حتی در مکه و مدینه زندگی میکنن بهتر است. منتها سعی تلاش بکنید این به عنوان تشویق محسوب نشود که ما تشویق بکنیم که مردم به کشورهای کفری بروند. سعی بکنید که این یک مجبوریت است، این یک حالت اضطرار است. اگر فردا در تاجیکستان یک حکومت اسلامی آمد، یک حکومتی آمد که حقوق مسلمان ها را، حقوق شهروندی را ادا بکند و مردم این سختی ها و گرفتاری ها را نداشته باشند، در اون وقت باید برگردید، نه اینکه در اونجا زندگی بکنی برای دائم.